به دنبال اعمال ممنوعیت‌های گسترده علیه جریان های سیاسی، وزارت عدلیه یا طالبان هرگونه فعالیت تحت عنوان حزب را غیرقانونی اعلام کرده است. این گروه که ریاست مربوط به احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را لغو کرده، تهدید کرده که کسی بعد از این حق فعالیت سیاسی در افغانستان ندارد. بر اساس هشدار جدید طالبان هرگونه گونه موضع گیری و حرکت سیاسی از طرف احزاب جرم پنداشته شده و کسانی که دست به فعالیت سیاسی میزنند بازداشت و زندانی خواهند شد همزمان با این اعلام حکومت طالبان در استان قندهار ستن را به جرم آنچه فعالیت های سیاسی خوانده شده به حبس محکوم کرده است دادگاه عالی افغانستان تحت کنترل طالبان در خبرنامه گفته که دو تن از این افراد به 15 سال حبس و دیگری در کنار سی ضرب شلاق به حبس نیز محکوم شده است. طالبان نه تنها فعالیت احزاب سیاسی و فعالان سیاسی در کشور را جرم خوانده بلکه هر نوع فعالیت مدنی و حقوق بشری نیز با شکنجه، زندان و شلیک استقبال کردند. در بیش از دو سال نیم گذشته چندین تن از فعالان حقوق زن و معترضان در زندان های این گروه شکنجه شده و اجساد برخی آنان پس از ماها زندانی بودن به خانواده هایشان تحویل شده است. در تازه مورد، سازمان عفه بین الملل با انتقاد شدید از ادامه روی کرده طالبان آن را ظالمانه و حمله سیستماتیک بر یک نسل توصیف کرده است. این سازمان تاکید کرده که طالبان افغانستان را در آستانه نابودی غیرقابل برگشت قرار دادند.